دو شب از شبهای قدر ماه رمضان را پشت سر گذراندیم دو شب از شبهای بیداری بیدار ماندیم استقاسه کردیم تمنا کردیم تنها یک شب دیگر باقی مانده است که در پیش داریم حالا نور است و حالا روشنی است که به سراغ من می آید و نور و روشنی تمامی وجودم را و این فضا را میگیرد و پرتوفشانی می کند آری این نوری است این نور توبه و استغفار است که در دو شب قدر خدا برای سهرخیزان بیداردلان و شب نشینان عطا کرده است خدایا من خوشحالم که توانستم با نور مغفرت تو را ببینم با نور ایمان با نور یقین با نور اخلاص همه این چیزها را خدایا به من دادی تو را شکر میگویم و حالا که همه جاها نورباران شده است از اطر و از نفسهای همه مؤمنان و از روح نوازی همه جانهای عاشقان این سهرگاه بست دوم است که در کنار شماییم با برنامه فصل نیایش بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند آرام جان خداوند بخشنده مهربان به نام خداوند آفریننده شبهای قدر به نام خداوند سهرهای ماه رمضان به نام خداوند آمرزگار و بخشایشگر به نام خداوند که سهرهای غفران و مغفرت را در ماه خدا برای همه بندگان هدیه داد عرض سلام ادب ارادت دارم و پیشگاه حضرت محمد و آل محمد علیهم صلوات الله در بست دومین سهرگاه نورانی و عاشقی ماه مبارک رمضان از برنامه فصل نیایش سرخیزان ارجمندان هموطنان جان دیدار دلان و شما عاشقان برنامه سهرگاهی فصل نیش در ماه خوب خدا ماه شریف رمضان سلام علیکم و رحمت الله وقت شما بخیر خیر لحظه های بسیار خوبی برای شما آرزو می کنم امیدوارم که در این شبها و سهرگاهانی که پشت سر گذاشته اید و با دل جان به سوی خدا رفته اید و از خدا همه خوبی ها را آرزو و تمنا کرده اید حالا که یک شب قدر را پیش رو داریم حالا سهرگاه 22 ماه مبارک رمضان هست و از سهرگاه شهادت امام علی علیه السلام هم عبور کردیم سهرگاه دیگری که فرا میرسد سهرگاه شب قدر و 23 ومین سهر ماه مبارک رمضان هست که باید خیلی قدر بدانیم و خود را بیشتر آماده کنیم خدایا ما را موری غفران و رحمت واسعت قرار بده و از همه ما ببخش و بیامرز و آنچه که تا هنوز برای خوبان درگاهت عنایت کرده ای برای ما هم عنایت بفرما آمین یا رب العالمین هر که بخواهد هر که بخواهد خدا به سوی او نظر کند و با رحمت و دیدگان مغفرت به سوی خدا نگاه کند مصطفی خوبی ها و مهربانی ها فرمود که هر که توبه کند و بخشایش از خدا طلب بکند و با توبه و بخشایش به خدا رو کند دعایی نیست که مستجاب نشود حالا برو کجاست اون مرد مؤمن و بنده خدایی که در چنین سهرگاهان با لباس توبه و بخشایش و پیشگاه الهی بیاید و خدا او را نپذیرد حق پدر و مادر کس را ببخشد و بیامرزد که بر محمد و آل محمد سلوات میفرستد و تمنای نیکی و خیرات و برکات را از پیشگاه الهی دارد اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه من که هستم من چه هستم از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود یک سوال بسیار بزرگ است یکی از علما می فرمود که وقتی که شبهای قدر فرا می رسد یا ماه رمضان می آید وقتی که یک گوشه می با خدا خلوت میکنیم و با خدا گفتگو می گفت یک تسبیح در دست داشته باش و بگو من کیم من کیم من کیم سوال بسیار و بزرگ است خدای من کیم من کسی بودم که در این دنیا آمدم پاک و پاکیزه بودم ولی با گناه با معصیت با تباهی تمام خود را تباه کردم و تباه و هر چی که هست و نیست بود از دست دادم من کیم من کسی هستم که وقتی که به دنیا آمدم پاک بودم، طاهر بودم، اما این قلب که خدا مثل شیشه و آینه صاف و تمیز به من داده بود، با گناه و معصیت چرکین کردم و دودالود کردم. حالا در آستانه شبهای قدر بودم و یک شب قدر در پیش دارم، از خدا میخواهم خدایا من کسی هستم که هرچه تباهی در زندگی بود من انجام دادم هرچه گناه بود هرچه معصیت بود هرچه بدی بود هرچه بدی با دیگران بود هرچه بدی با همسایه ها بود هرچه از بدی ها بود من بیچاره انجام دادم اما خدا در آستانه یک شب قدر دیگر و در سهرگاه به صدوم ماه مبارک رمزان در پیشگاهی تو آمدم خدایا بدی مال من است اما تو غفوری تو رحیمی تو کریمی تو غفران برای بندگان وعده داده ای ما به امید و غفران و کرم آمده ایم در آستان تو ای خدا ما را ببخش خدایا اگر من را نبخشی پس کیست گناه آلاده مثل من که ماه مبارک رمضان را برای او هدیه دادی درست است هر ماه رمضان تا هنوز تا همین بهار عمری که به من خدای دادی هر سحر توبه میکنم باز هم گناه میکنم و دنبال و گناه میروم یعنی خود را مسخره کردم اما خدایا تو دیگه ما را مسخره نمی کنی. تو بندگانت را دوست داری تو رحیمی تو با آب توبه با پاکون بخشایش و تن ما به این قلب ما به جان ما با این آب توبه میریزانی و باران رحمت و غفرانت را برای ما به ارمغان می آبری. من همینم من همینم که هرچه خدا تو گفتی اطاعت نکردم درست است یک نماز سراپا شکسته ای خواندم که مردم نگوید فلانی نماز نمیخواند یک روزه ای گرفتم اما اون نماز اون روزی که عارفان و بزرگان میخواندن کجا این نماز و کجا اون نماز اون نماز که مولای متقیان امیر مؤمنان خواندند که در شب قدر ماه رمضان و در شب که شب 19 و 21 ماه مبارک رمضان و همه هم این رو شنیدن که وقتی که تیر از پای مولا اصلا خبر نمی بشد. اما خدایا من نمازی میخوانم که هرچی در یاد ندارم و در ذهنم نیست فقط در هنگام نماز برایم و در ذهنم می آید خدای مرا ببخش و بیامرز و مورد غفران و رحمتت قرار بده می پای دعا و مناجات ابو حمزه سمالی در چنین سهرگاه این دعا را همه با هم زمزمه امام رضا علیه السلام فرمود هفت چیز بدون هفت چیز دیگر مسخره هست و به درد نمیخورد اول فرمود که هرکس با زبان استغفار کند ولی در قلب استغفار نکند خود را مسخره کرده است فرمود هر کس از خداوند تبارک و تعالا توفیق بخواهد و کوشش ننماید خود را مسخره کرده است یعنی از خدا توفیق بخواهد ولی خودش کوشش نم... ننماید و در پی اون نباشد در حقیقت خود را مسخره کرده است فرمود هر کس هوشیاری و احتیاط در زندگی به ولی بی مبالاتی کند خود را مسخره کرده است چهارم هر کس از خدا بهشت بخواهد و بر مشکلات و تمامی چیزها در دنیا بر مشکلات فائق نیاید و صبر پیشه نکند خود را مسخره کرده است انجام هر کس از آتش جهنم به خدا پناه برد ولی از گناه دست نکشد و هر روز هی مداوم گناه انجام دهد خود را در حقیقت مسخره کرده است ششم فرمود هر کس به یاد خدا باشد ولی سرعت برای دیدار خدا نگیرد و در بندگی اوج نگیرد خود را مسخره کرده است در چنین لحظه ها می نشینیم پای صحبت های ارزشمند عالم توانا و اندیشمند فرزانه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد سید عبدالکریم حسینی ساجدی آقا به شما سلام عرض می کنم و وقت شما به خیر دعای خیر شما هستم بفرمایید در خدمت شما هستم و از زبان شما میشنم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم عجل لولی کل فرج سلام عرض می کنم. خدمت شما بینندگان با کرامت برنامه فصل نیایش و همچنین شما جناب قهار عزیز و همکاران محترم شما در سهرگاه بیست و دوم در قاب برنامه ارزشی فصل نیایش در خدمت شما هستم یا رب إن لنا فيك أملا طويلا كثيرا إن لنا فيك رجاء عظيما حضرة زين الأبدين و إمام الساجدين عليه آلاف التهية والسنا بساحة قدسية پروردگار در دعای ابو حمزه سومالی ارزه می دارد پروردگارا یا رب این تعبیر رب تعبیر بزرگیست ای کسی که تو مرا پرورش دادی تو از تمامی مکنونات قلبی و نیازهای درونی من با خبری ان لنا فیک عملا طویلا کثیرا ما را به حضرتت آمال و آرزوهای بسیار و بزرگ است خدای ما نسبت به حضرت تو سرشار از آرزو هستیم آرزوی این که تو دست ما را بگیری آرزوی این که تو کمک ما کنی آرزوی این که تو ما را از تنگناها و بمبست ها نجات بدهی ان لنا فیک رجاء عظیما ای خدای مهربان ما نسبت به تو امید بزرگی داریم امید بزرگی داریم که دل شب در این سهرگاه بیست و دوم آمدیم عرض ادب به ساحت قدسی تو کردیم رجاع و امید بزرگی داریم که در این لیالی قدر شب هم ناله زدیم شب بیست و یکم فریاد زدیم و انشاءالله فردا شب در شب بیست و سوم ناله میزنیم چون این ناله های ما اثر این است که به یک سمت و سوی حرکت داریم میکنیم که قطعا دست خالی بر نخواهیم گشت در این شبها تو دست ما را میگیری و بر سفره کرامت خودت در دل شب میهمان میکنی اینها همه علامت این است که با امید سمت تو آمدیم همه علامت این است که با یک رجاع خاص و با یک تمع خاص و با یک اطمینان خاص به در خانه تو حلقه زدیم و در قلباب میکنیم. این امید عظیم است که با همه گناهانی که داریم اما بازم به سمت رحمت تو دل خوشیم الهی عاشقی شب زنده دارم الهی عاشقی شب زنده دارم چو مشتاقان ز عشقت بی قرارم ز کوی خویش نومیدم مگردان ز کوی خویش نومیدم مگردان که جز کوی تو امیدی ندارم الهی در دلم نوری بیافروز الهی در دلم نوری بیافروز که باشد مونس شبهای زارم الهی بنده ای برگشت احوال اینقدر در این شبهای رحمت دست مرا میگیری که با یک حس و حال عجیبی در خانه تو آمدم الهی بنده ای برگشت احوال گدایی روسیاه و شرم سارم الهی گر بخانی و برانی تو ای مولا و صاحب اختیارم و السلام علیکم و رحمت الله الهی بر بنده روسیا یا رب تو ببخش بر بنده روسیا یا رب تو ببخش بر عاجز و بی پناه یا رب تو ببخش از عفو عطا ملول هرگز نشوی از عفو عطا ملول هرگز نشوی من هرچه کنم گناه یا رب تو ببخش اعمال شب بیست سوم ماه مبارک رمضان را در مفاتیح الجنان پیدا بکنیم خصوصا اعمال شب قدر و حالا غسل شب قدر یا کسانی که اهل خیرات و برکات هست صدقه دادن خیلی ها هستن شبهای قدر پیش از شبهای قدر رد مظالم میدهن صدقه میدهند و خیرات و انفاق میکنن که اینها باعث میشود آدم واقعا که شب قدر را بهتر از همه درک کند خدای برای ما این توفیق را اینات کن که ما بتوانیم شب 23 ماه مارک رمضان که در پیش هست بهتر و بیشتر از شبهای دیگر در کنیم و به رحمت و غفرانی تو نائل آییم آمین یا رب العالمین از خدا بخواهیم که خدایا ما رو ببخش و اموات و گذشتگان ما هم غریق رحمت بفرما آمین یا رب العالمین روزه از جمله عبادت های بدنی می باشد که خداوند متعال از تمام عبادت های بندگان خود آن را زیادتر پسندیده و به خود نسبت داده است نسبت دادن روزه به الله متعال خود دلالت به شرف و منزلت این عبادت می باشد سبت اکبر در این ماه متولید گردید رمز حسن رمضان است خدا میداند ای بنده اروج کن زمان آمده است آوای مناجات و دعا گوش آید التاف خدای من ایان آمده است ماه رمضان ماه خداوند و در این ماه شیطان رجیم ناتوان آمده است ای که ماه روزداری می کنی دین حق انگونه یاری می کنی تشنه چون گشتی در این ماه خدا پس نمایاد از اتش در کربلا رمضان شهر عشق و عرفان است رمضان بحر و فیض و احسان است الهی مرده ام من زنده ام کن فقیرم دولتی پاینده ام کن الهی راه را گم کرده ام من از این جویندگی یابنده ام کن الهی سوختم در آتشی جهل رها از آتشی سوزنده ام کن اگر عمری گناه کردم الهی کرم بر عمر باقی مانده ام کن رمضان لایق دیدار شوم سحری با نظر تو لطف بیدار شوم کاش منت بگذاری بر سرم مهدی جان تا که هم سفره تو لحظه افتار شوم سرخیزان ارجمندان به اطلاع شما میرسانم تا نوای جانبخش جانان تا شکفته شدن گلهای معطر از آن به افق کابل پانزده دقیقه دیگر زمان باقی است هر شب می آیم در آستانه تو هر شب می دست تمنا بلند می هر شب می از تو خوبی ها رو مسئلت می کنم هر شب در دلم غوغای برپاست ای خدا به عشق تو با یاد تو با ذکر تو سرخیزان ارجمندان تا نوای خوش اذان ده دقیقه دیگر زمان باقی است روز داران متدین برای این که اطمینان نمایید یک روز را کاملا روزه گرفته اید احتیاطاً چند دقیقه قبل از اذان صبح امساک نمایید یعنی از انجام کارهایی که روزه را باطل می کند خودداری ورزید اگر بدیده من نظر اندازی اگر بدیده من نظر اندازی خوشحال می شوم و اگر رو کنی خرسند می گردم ولی تو و رسول تو گفته است اگر بندگان را به من خوشحال می شدم و اگر آنها را عقوبت کنی شیطان خوشحال می شود خدایا من به والله میدانم و یقین دارم که خوشحالی نبی و پیغمبرت را دوستتر داری از اینکه شیطان را شاد کنی در آستانه لحظه های جان قرار داریم به زمان از نزدیک می شویم. زمان عاشقی و شیدایی وقت دعای سحر است وقت شکفته شدن گل دعا و مناجات و پروانه های ربناست سهرگاهی به ماه مبارک رمضان هست دست را بلند کنیم برای دعای سحر از خدا بخواهیم خیرات و برکات را بسم الله الرحمن الرحیم اللهم <applause> <applause> خیزان با ایمان و دلیل مشکل بودن تشخیص دقیق افق شرعی صبح احتیاطا چند دقیقه بعد از اذان صبح اقامه نماز نمایید ندای ملکوتی و روح بخش از آن است که از آسمان معرفت بر گوش دل و جان تنین انداز شده است به سوی خدا برویم با ندای ازان آن معزنا از آن بگو از آن بگو